هفته باشندگان اینجا انفجار در برابر در ورودی یک پنج سال پیش سمیم فرامرز و رامز احمدی برای پوشش یک رویداد انفجار به دشت برچه کابل رفته بودند. اما اندکی پس از انفجار نخواست، انفجار دومی رخ می دهد و در نتیجه آن سمیم و رامز هر دو جان می بازند. هر لحظه یادم میاد، هر ثانیه یادم میاد. یعنی پنج سال از شهادتش گذشت، من نتونستم پنج ثانیه هم دردش را تحمل کنم یا فراموش کرده بتونم. بسیار مشکل است واقعا. زخم از او دائم تازه است. زخم از او اینقدر جریده دار شده با ما، اینقدر خطرناک شده که نمیال با خودم شخصا سردوچار تقریبا داد و زامر است. دوستان نزدیک سمیم فرامرز و رامز احمدی از توانایی های آنان سخن می زند. سمیم مثل نامش هیگادان بسیار سمیمی، یکم کار و دوست و رفیق خوب بود. گهگاهی که ما بیرون از کار می رفتیم، فارغ از کار در پارک یا در یک جای میشتیم، بسیار علاقه فراوان به ادب یاد داشت. با شعرهای مولانا را بسیار خوب دکلمه میکرد و بسیاری از شعرهای مولانا را حفظ داشت. بسیار آرزوهای بزرگ داشت. دیگه همیشه بسیار فکر میکرد درباره وطن و وطنهای خود. دیگه یک بچه بود بسیار تا بزر لحاظ. سمیم فرامرز 28 ساله بود و نزدیک به 3 سال با تلونیوس کار کرد. او که زادگاهش کابل بود، در سال 1388 هجری خورشیدی از لیسه افغان ترک فارغ شد و آموزش‌های بعدیش را در کازاخستان به سر رسانید.